به نام خدا، آموزش نرم افزار انسیس ورک بنچ را آغاز میکنیم. نرم افزار انسیس ورک بنچ برای تحلیل CFD مسئله های سیالاتی به کار میره. تو نرم افزار انسیس ورک بنچ ما میتونیم تمامی مراحل تحلیل CFD شامل طراحی هندسه، شبکه بندی مسئله و تحلیل سیالاتی با نرم افزار فلوئنت رو همزمان انجام بدیم. این خودش یک امتیاز بزرگه. تو آموزشمون تو فصل اول در مورد نوعی طراحی و ایجاد هندسه های دو بعدی و سه بعدی صحبت میکنیم و همچنین در مورد آماده سازی هندسه هامون برای ایجاد یک شبکه استراکچر و منظم، و تو فصل های بعدی هم در مورد نحوه شبکه بندی هندسه ها توضیحاتی ارائه میدیم. خب نرم افزار انسیس ورک بنچ رو باز میکنیم. یه چند ثانیه طول میکشه نرم افزار باز بشه. خب این محیط نرم افزار انسیس هستش. ما قسمتی که میخوایم آموزش بدیم و با اون سر و کار داریم که مربوط به تحلیل CFD مسئله هستش، فلوید فلو یا فلوئنت هستش، انتخابش میکنیم. اونطور که میبینیم شامل 5 قسمت هستش. قسمت اول ژئومتری که در واقع مربوط به همون طراحی هندسه هستش، چه دو بعدی و چه سه بعدی. قسمت بعد مش هستش که مربوط شبکه بندی مسئله است. قسمت بعدی ستاپ هستش که به همراه سولوشن مربوط به تحلیل هندسه و هندسه‌ای که شبکه بندی شده با استفاده از نرم افزار فلوئنت، و قسمت آخر که CFT پست هستش که مشاهده نتایج هستش. در این قسمت ما برای اینکه بخوایم وارد قسمت بعدی بشیم حتما باید قسمت قبلی نرم افزار رو اوکی کرده باشیم و عملیات مربوط به اون قسمت تکمیل شده باشه. مثلا الان اگه ما بخوایم مش رو باز کنیم، حتما لازمه که قبلش قسمت ژئومتری به طور کامل انجام شده باشه. نشونش این هستش که تیک سمت راستش سبز میشه به جای علامت سوال. الان هیچ کاری ما روی ژئومتری انجام ندادیم، بنابراین اگه الان میخوایم مش رو باز کنیم قطعا باز نمیشه و بهمون ارور میده، چرا که قسمت قبلش که ژئومتری هستش عملیاتش تکمیل نشده. امتحان میکنیم و میبینیم که باز نمیشه قسمت مش و این ارور رو میده که ژئومتری ابتدا باید تولید بشه. برای تولید ژئومتری ما هم میتونیم که توی نرم افزار انسیس ژئومتریامونو طراحی کنیم، هم اگه لازم باشه از نرم افزارهای دیگه مثل سالید ورک وارد کنه، که ما توی آموزشمون نحوه طراحی هندسه توی نرم افزار انسیس رو دربارش صحبت میکنیم. ولی اگه بخوایم از یه نرم افزار دیگه، نرم افزار خارجی هندسه رو ایمپورت کنیم، کافیه روش کلیک راست بکنیم، ایمپورت ژئومتری رو بزنیم. ولی ما الان میخوایم که توی خود نرم افزار انسیس طراحیمون رو انجام بدیم. این نکته ای که هست این که ژئومتری نمیشه ژئومتری قابل ویرایش هستش اسمش. ما مثلا میتونیم هندسمون رو اسمش رو عوض کنیم در قسمت رینیم. ما تو این جلسه میخوایم مثلا یک ایفود با یک دومین سی تایپ رو طراحی کنیم، بنابراین میتونیم اسمش رو مثلا عوض کنیم ایفود، و این قابلیت رو داری که اسمش اون اسمی که دوست داریم رو بذاریم براش که بهترم هستش. با توجه به اینکه ما میخوایم یک هندسه دو بعدی رو طراحی کنیم تو این جلسه که همون یک ایفود هستش با یک دومین سیالاتی، تو قسمت پروپرتیز آنالیزیس تایپ رو بهتره که به 2D تغییر بدیم. دیفالتش رو 3D هستش، ما 2Dش میکنیم بهتر هستش با توجه به اینکه میخوایم هندسمون دو بعدی باشه. بله 2Dه. خب ما گفتیم که اگه بخوایم ایمپورت کنیم هندسه از بیرون، یعنی از بیرون نرم افزار انسیس گزینه ایمپورت ژئومتری رو میزنیم، ولی اگه بخوایم توی نرم افزار انسیس طراحیمون انجام بدیم، هم میتونیم کلیک راست بکنیم نیو دیزاین مدل رو بزنیم، هم دو تا کلیک بکنیم دیزاین مدلر رو باز میکنیم. محیط نرم افزار دیزاین مدلر هستش. همونطور که میبینیم محیط نرم افزار بک‌گراند روشنی داره اینجا و بک‌گراندش هم نمیشه تغییر داد. و ما الان اگه بخوایم که خط توی این محیط رسم کنیم، دیفالت نرم افزار جوری هستش که خطا رو با رنگ سفید میکشه و این کار ما رو با مشکل مواجه میکنه و توی دیدن خطوط ممکنه دچار اشکال بشیم. پس اولین کاری که من توصیه میکنم انجام بدیم اینه که تو قسمت View Graphic Options رنگ خطوط رو به بلک تغییر بدیم که در بک‌گراند روشن دیزاین مدلر قابل تشخیص باشه. در سمت چپ همونطور که میبینیم نمودار درختی وجود داره که ما هر عملیاتی که انجام بدیم توی نمودار درختی مشخصه. ما الان میخوایم توی صفحه XY یک هندسه طراحی کنیم که یک ایرفول هستش با یک دومین. Nah, bắt cua các bạn.
Là bắt cua đó, cá thông minh của ở xã phường khác đó.